با سلام درود احترام خود هموطنان هم در سراسر ایران و دنیا خدمت شما ایرانیانی که سراسر دنیا تقریبا گرفتن عملا گرفتن و اگر این انقلاب 1001 ضرر داشت این حسن داشت که ایرانی در سراسر دنیا پخش شدن و میتونن علوم جدید فرهنگی و همه چی رو برگردن تو کشور چون بسیار سفر باید تا پخته شود خامی. یکی دیگه هم در مورد سفر میگه که دنیا کتابی در سفر خونده میشه و چقدر خوبه که اینا جهانی فکر میکنن منطقی عمل میکنن. این رمز پیروزیه، این رمز پیروزیه، رمز پیروزی است. دوستان رو من سوال کرد جا صنایع دستی رو سوال کردن. ببین دوستان، ما نباید از واقعیت فرار کنیم. اگر میخوام یک کاری انجام بدیم باید جامعه رو بسنجیم، ببینیم حالش داره، توانش داره، آیا استقبالش یا نمیشه. الان به زرس قاطع بهتون میگم از هر 10,000 نفر 20,000 نفر نه که تو ایران، در صد دنیا شاید یک نفر پیدا بشود برای سرای دستی دستان دستی پول خرج کنه، چون اقتصاد دنیا خرابه. آفتر را دگن هفته از شماره چی نیستن اونها، اونا در حال حاضر چه تو ایران جای دیگه همه مردم مشکلات مالی دارن، مشکلات معیشتی دارن، مشکلات مواد غذایی دارن، دیگه دلخوش نیستن که بخوان مثلا دستی فلان بخرن لوکس بخرن. نه، از این فاز کلا بیایم بیرون. اما به خاطر صنایع دستی ما از بین نره در آینده، شما بیاید سایت بزنید، معرفی بکنید، بس سفارش بگیرید، پولتون رو بگیرید، مقدارش بعد تو دارش درست کنید که میخواد داشت بفرستید و پولش رو بفرستید براشون، وگرنه قبلا درست نکنید. به جرئت بهتون جواب نمیده، اصلا جواب نمیده، چون طرف نمیبینه، دلش خوش نیست. دل خوش سری چنده الان در دنیا؟ پس ما دوباره چی باید بدونیم؟ دنیا نیازشه. میگه جنس زمان بفروش که میخرن، جنس زمان بخر که میفروشن. یه قاعده اقتصاده، پای اقتصاده. پس رو سمیلی سه وقت صرف نکنید. آیا نه چرا وقت دنیا خوب بشه؟ چرا نیان؟ چرا فرش دستی نخرن؟ چرا سمیلی دستی دیگه نخرن؟ چرا خیلی تو هست؟ ولی الان کسی توی فکر نیست. زمانی سمیلی دستی میاد جا که اصلا شکم سیر باشه، سخمشون پوشیده باشه، زیر پاش خوب باشه، پول اضافه بیارن برای سمیلی دستی بخرن به دلشون، چون سمیلی دستی واسه دل انسان هست، چیزی نیست. پس فعلا این سوال نپرسید. من با موقعش اگه زنده باشم به تو خواهم گفت. اما خالی بندی رئیسی کرده که خرگش میخنده، خرگی میخندن، چاک دیوارش میخنده. اولا آمده برای افغانست خط نشون کشید، برای افغانست حقابه هیرمند رو بدید وگره علم میکنید بیل میکنید. هم من میدونم، هم 80 نجابت ایران میدونند، هم عالم و آدم میدونند که تو نه دل واسه ملت اینا سوخته، نه دل واسه ملت خود سیستم اچه سال سوخته، هیچی، چون بی پول شدید. این نشون میده چقدر به درجه که بدبختی فراکت افتادید. کسی بهتون پول بهتون بدن باز خرجه اتین، چون خرج زیاد دارید، خرج و برجتون خیلی زیاده. و افغانی خوب جواب توی دادن، واسه حرفی دادن که اونی که به شما فلان کار نکرده هم کلاق کن فلان بود که دیگه هم کردن به شما. بچه همون آرزو رو به گور ببرید، هم شما هم طالبان که بخوان جنگ زرگی را بدازید، یه جنگ با هم شروع کنید فرسایشی و زمان بر. اگه چون طالبان پشتش خالی، مردم پشت نیستن، شما که پشت سر دستان خالی پشت نیستن، شما دوتونی با هم بجنگید، مردم هم نسخه جفت با هم میپیچن، البته قرزان هم میپیچن، اصلا فرقی نمی کنه. بعد اومده یه خالبندی کردید توی جنوب کشور، خیلی جالبه دوستان، چند روله انداختن و بخواب آب دری عمان بکشیم برای جنوب کشور. اول خودش جنوب کشور اونجا، بعد رئیسی و اونا گفتن که بخونم بهتون که به روستاهای سرا هم آب بدیم. آخه مردی که خر، حمال بیشور، حیف حمال. من نمیدونم یک نفر دورش ما نیست که آقا اینا بیشتر رویشون میخندن، بیشتر با ماهیت شما پی میبرن، به نفهمی شما پیش پی میبرن. اولا که اگه تو اون روی که شما انداخلی آب شور توش بکشید، یا آب شیرین کدو بکشید؟ آب شیرین که ندارید، چون اگه بخواه اون روی رو آب شیرین با آب شیرین کن در یه عمان آب شیرین بخواه بازه، لااقل 700 میلیون دلار پول میخواد و حداقل 3 سال زمان تو آب شیرین کن نصب بشه که بتونه اون لوله ها رو پر آب بکنه، آب شیرین بکنه. بس نمیتونه. دوما کنوانسیون جهانی به شما اجازه نمیده که شما
اون حجم آب شیرین توی اون از دریای عمان به تو سواحل همه از نظر محتزیست و سواحل آب شورتر میشه و کلی مشکل و مسئله دیگه داره. به تو اجازه نمیدن. از 2005 قلقن کردن تا 2015 تمدید دیگه نمیدن. اجازه نمیدن. آب هیچ چیز دیگه هم چیکاری کرده چه اون یک فیگوره مثلا 2-3-4-5 بوده. نه اینکه اون ریبون گنده اردی رو گذاشتی. ولی آب شیرین آب شیرین با آب شور باتوش بکنی. دیگه خر. پوفیوز هم مال. بی سواد عمله چی رو بگم اون لوله اگه توش آب شور بکنید تو اون آب شور بکنید فقط توش بمونه تکون نخوره سر جاش حد اکثر ظرف دو ماه اون لوله میپوسته از هم میپکه ولی اگه شور توش بخواهید پمپاش کنید بره اون ظرف 48 ساعت اون لوله از هم میپاشه آب شور وقتی با سرعت ما تو اون لوله بره بگم که لوله که ما دیدیم شما گذاشته که دیگه جواب نمیده حالا فرض میکنیم اینو همه درست کردیم پمپاش از کجا بخواید بیاریم چه پمپی میخواد چه پمپی میخواد نمیتونید یک سری دیم سهم که شو اجرا که شما 44 تا شو اجرا میکنید هاشمی رفسنجانی ملعون یک تر چند بار افتتاح میکرد آخرش هیچ چیزش در نمیومد شما یک بازی رو خود در بیارید ملت آگاهتر از حرف هستن شوش میشه به حرف واس لاعب شو خود تو این بکن همان خود هر غلط میخواد بکنه مردم زیر بار حرفا نمیرن اون لوحات رو جمع کنید میبرد جمع کردن تو بردن چی بهتون بگم چی بهتون اینا همش دوستان نشاندن این است که دیگه گیت ویدی هستن من بارها بهتون گفتم 25 سال 30 سال پیش گفتم آخون جماعت برای یک ساعت پیش حکومت کردن زن بچه پاشو باز رفای به کاری کردن دارن میکنن طبیعیه و اصلا تو هم دیگه ریختن عجیب و غریب بعد میره تو این هیرویر میره تو سر بازارچه مردی با پاکستان برق پاکستان میده پاکستانی میخنده بهش میگه تو دیگه احمقتی کشور خود بیبرقی داره میکشه برق میره یه برقی میره نیست تو وقت برق ما بدی پولش هم که فقط شو اجرا کنید نمایش اجرا کنید ببینیم اون کار یه رئیس جمهور سر مرز این کار میکنه این نشانه فلاکت شماست ریشت از خاک در اومدن شماست سر هستید تو در بازارچه مرزی بری باید بشین اونجا قرارداد نیستی برق بشه خیلی جالبه دوستان جالبه ها خیلی جالبه نشاندنی اون تیده آخر هست با من خب خدمت شما هستم که احمد خاتمی قیافشی ببینید حال تو من میخوره میگوین مردم انتخاب شرکت نمی کنن دروگوی هم حدی دارد چرا آهن باسته به خود بگو تو بیدی شرکت نمی کنه داره میتره که ایسی باید بگی نکه دوره قبل شرکت کردن نکه دوره قبل شرکت کردن ولی این زجر که شما میکشید چه زجر با حالیه نماینده خامنه‌ای در فارس بخونم تی بوده طوری با بیمار بدحجاب رفتار کنید که جرأت کمترین کاری نداشته باشد اولا که خب زورتون نمیرسه پدرتون زورش نمیرسه میکنن بعد اون سه چهار زن لختن تو بازار رو ول میکنید کار خودتون هست که اینا اینجوری میخوان بشن اون زنای شما هستن اون حرمزاده شما هستن اون هر بابا شما هستن که بی حیا هستن زن حیا داره شرم داره خودش در هر شرایطی شرم حیا به خودش داره و شما هست هیچی ندارید هیچی ندارید هیچی ندار هیچی ندار دیگه از این بالاتر بگم دیگه رقص و شادی دختران پسران هوادار تیم پرسپولیس در خیابان پیروزی تهران چه رقص و چه آواز با سمد آواز چه رقصی آمریکا میگوید اعدام افراد پس از محاکمه ساختگی توهین به حقوق بشر و کرامت انسانی در ایران و دنیا است توهین به شما هاست به شما به شرف و به عرضه است شما چه دیگه نکنید بس کنید دیگه سیاه‌بازی ها بسه شما شرم خجالت بشه رئیس دستپخت شما هست دیگه تو این 44 سال چی گوهی خوردی که صافت نجاست تو این یک نفر رو یک ساعت دیر زودش کنید نه سیاوازی بسه این دیگه خودتون بسه آقای غلامعلی حداد و عادل بعد از جلیلی خواب تو سر عادل غلامعلی حداد باید رفتار سیاسی با زنان عوض شود خیلی بله مموش نیست چقدر مموشی تو نکن حداد نکن نکن نقی نکن
رفتار سیاسی با زنان عوض شد. باری که بابا آقاتون بگو واکنش طالبان به تهدید ابراهیم رئیسی. یک کلیپ آماده بیرون نمیذارم، کلیپ خوبی نیست. الفاظ نامناسب مقام های ایران درباره حقابه هیرمند تکرار نشود. حواستون جمع باشه ها، به چی رو دیگه تکرار نشود. با حضور مقامات دو کشور خط انتقال برق از ایران به پاکستان و بازارچه مرزی افتتاح شد. یه چیزی بود چراغی بخاره واسه از یه افنفر سرش رو نمیشه. خونه کنی خونه ندار بی خونه بتر از نام. کاردار سفارت ایران در سوریه حرفوی زنگ گوتر دهنشان جالبه. باید زمینه سفر دائم سوریه به ایران فراهم شود. مردم جو خشتکش سرشون میکشند. دائم بیان اینجا. باریکلا 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 باریکلا. از کیسه خلیفه ببخشید. حسین امیر عبداللهیان خیلی خشن شده. نکن خشن. اگر طالبان حقا برای ندهند از ابزار فشار استفاده میکنیم. میکنیم. خب تعطیلی رستوران ها و بازارچه ها تموم شد. حالا به دریچه های چیزی که به هجارت نمیشت دریچه رو بستن محیط چیز دسته کسی نرم اینجا این بدبخته فرقید ایست در دسته پاک کرده به کجا بیرسید. میگن احتمال عواد حکومت نبختن که از خوبه این شما باشه میگن دو بیده تو خیابون دارش نگه بعد دارید چون صفه موقع تو شهرارا بود به درای گذرنم اونجا بودن هستی همه نمیدم. بس صف بود چند کیلومتر چند روزن تو صف ها میسند تو بازن یک گذار رو بگرد یک ما دو بار توش تو مداره که بخوام بدن کار نداریم. بعد خوبینی میگه صف چیه؟ یه نوع صف گذرنام هست. میگه خب یک دونه بره من بگیرید. میگم باش فردا میگه صف خوبینی یک گذرنام بگیرم. بعد بیدون هیچ کس نیست. میگه چی شده کجا رفته؟ میگه هیچ دیگه شما از اینا بخواه بیدون هم بیدون از گذرنام بده تو اینا میمونه اینا. ابراهیم رئیسی میشه از اینش؟ آره. ما هیچگاه با سعودی را دشمن تلقی نکردیم. از گوهای خمینی خود چی بود؟ گوهای خمینی خود چی بود؟ تو خود از این گاز یاد بردید یادتون رفته دیگه دوشان زوال از زوال عقلم شدید آلزایمرم گرفتید خوشبختم. عضو مجلس مجلس تشخیص مصلحت نظام بیش از 19 میلیون ایرانی از امکانات اولی زندگی محروم هستند. مبارکتون باشه کلات اومده بذارید. یکی از دوستان گفته آقای محمدی گرامی این راهکاری که شما میدهید این ناکسان استفاده میکنن. اینا اگه استفاده بکن بودن اینجا نمیرسیدن. اولا یه تموم شده است یه نظرم حکومت تموم شده است. سرش تا بچه هم اینا شکلی حرف بزن سازندگی بلد نیستند. تو عمرشون یک دونه سالن کنفرانس اسلامی ساختن اول اون جنگ بخواد بره اونم هم روز اول آب دو سخت بشه. مدیر حوزه های علمیه کشور عمامه کفن ماست. خودتون خوب میدونید بزنن اون چیه به درخت ها بزنن بکنن تیر برای آوازی نه هست. از عمامه پرانی قصه نمیخوریم. معلومه نمیخوریم تو بی حیا هستی پرو هستی. عضو کمیسیون آموزش مجلس باید روش کنکور را به قبل سال 1350 برگردانیم. دیگه نمیشه برگشت. آقای رسایی همین رسایی نماینده مجلس بودیم یه قاضی مفعول اجرایی است مشکل داره. نماینده پیشین تهران خواستار اعدام تهران ریسی شد. تو کی هستی هم چطور بزنیم مفعولی کثافت حرم زاده رو دادم بهتون. خبرنگار وابسته به سپاه دیدی چه قانون وضع کرد دوستان کیف کنید باور که اینا تکند دنیا با دهه شصتیات یا دهه شصتیات 4 بچه بیاورند یا بعدا دهه هفتادی 6 تا بچه چشم کن خواهد نمیخندی بی حرفت. خب قیمت بلیط هواپیما 29% افزایش یافت با تایید دولت. انتقاد سناتور تد کروز از سیاست دولت بایدن حرف جالبی زده. پیروزی در جنگ اوکراین و توافق با ایران در تضاد با یکدیگرند. راست میگه دیگه
اگه از این دفاع روسیه با سلاح ایرانی با کمک ایرانی هم داره می جنگه، همش تصدیق شما تضاده، وجود تضاد بستن. آقای رادان حرف جدید فرمودن که اصلا بحث حجاب فراموشی شد، چنان چیز کردن بهش که چیز کردن که از در زدید چشاش دید، هم حس کرد هم مشاهده کرد که لال شده روی حجاب. ولی یک نکته جالبی گفت، اولین بار تو عمرم تو دنیا میشنوم اینا. در مکه سرده به انگلیسی، اسپانی و عربی هم صحبت میکنیم. خیلی پیشتر کردی. رئیسی به حاکمان افغانستان هشدار داد، حرف او را در مورد حقابه بهیرمند جدی بگیرید. آقا بگیرید جان، خیلی خیلی بدا با حال شما، یه خشن میتونه ناراحت شید هیچی دیگه ها هیچ. باز آقا رئیسی باید به طالبان اختار میدهم. دندانت شما بودن مرکی خر میشتستن دیگه، یه ارزه یه بیلیاغتی که سواد دروگوی شما، خیالت شما، جرایت شما، همه چی شما رو میشتستن. به طالبان اختار میدم فورا حقابه من رو بدن. چشم، الان زنگ زدم به دیو بگیر. بحران در صنعت غذا و رستوران ایران، 35 رستوران تغییر شغل دادند. باید کلا ریشه ای کار حل بشه، باید تغییر شغل نیست. رئیس قوه قضاییه قیافش رو بود، حالا تو به هم میخوریم اجهی رو مثلا چندش میشه. بعضی مواقع مراجعه کننده ها قاضی رو عصبانی میکنن. شوخی میکنی؟ نه بابا، نشو بهش کن. والا نیوز دیگه جدیدی تا استشته بودیم. آمریکا به اصول پیشنهاد برنامه‌ریزی هم مشترک نظر در ارتباط با ایران داده است. چه بود دست خودش نمیبره، البته دیگه دستی هم نمونده برای حکومت دیگه. خب دو تا مطلب دیگه اینجا اگه داشته باشم براتون بخونم. بحث مطلب حروف نکردم، فکر نکنید یادم رفت. نه خب میگه چرا نمیگم پول صندوق توسعه ملی را به چه کسانی دادند؟ فرقی نمی کنه، رفته از حزم راقم رد شده، کشور دیگه هم بلاک کردم دیگه چیزی میشه. خب بعد به صحبت خواهم کرد، مطلب زیاد دارم براتون و تا فرصت دیگر. ایام کام بودی بازم خوش شما نیدونی من چه حسی داره این روزهای حرفای اینا، خالی بندی اینها، این دست باچگی اینها، به هم ریختگی اینها، اینا خیلی خوب. ایام کام بودی بازم خوش.